به نام خدا و به عرض سلام بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. محترم‌آمل ظاهر خانزاده مشاور مصروفیت و ولایت کندوز ساعت پیش در شهر کندوز هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. سید سرور حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس کندوز میگوید این انفجار در ساحه مدرسه خیابان شهر کندوز رخ داد. با گفته حسینی در این رویداد آقای خانزاده و دو تن از همراهانش زخم برداشتند. از اثر حمله انتحاری در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. انتحار کننده قصد حمله بر موتور نیروهای ارتش در نزدیک کلینیک این ولسوالی را داشت، اما پیش از رسیدن به هدف مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. حضرت خان خاکسار ولسوال غنیخیل میگوید که قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. حمله انتحاری در کابل یک کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته است. انتحار کننده مواد انفجاری را که در موتور حاملش جاسازی کرده بود نزدیک ساعت 7 صبح امروز در ساحه کابل بای به هدف موتور نیروهای خارجی منفجر کرد. مسئولان امنیتی میگویند که در این رویداد یک غیر نظامی کشته و 3 پلیس زخم برداشتند. مقامات آیسف حمله به نیروهایشان را تایید کرده، اما میگویند که در این رویداد به نیروهای آیسف آسیب نرسیده است. هراس افغانان یک بانو را به اتهام جاسوسی به دولت در کنر کشتند. مسئولان محلی میگویند هراس افغانان این بانوی جوان را شب گذشته در خانه‌اش در مربوطات ولسوالی سرکانو کشتند. عبدالحبیب سیدخیل فرمانده پلیس کنر میگوید هراس افغانان 4 روز پیش شوهر این بانو را ربودند، اما از سرنوشت آن هنوز اطلاعی در دست نیست. باشندگان 8 روستا در ولسوالی گلستان ولایت فرا که در محاصره هراس افغانان قرار دارد با کمبود مواد اولیه روبرو شدند. جواد افغان سخنگوی ولی فرا میگوید در حال حاضر نیروهای امنیتی در تلاش شکستن محاصره این روستاها هستند و درگیری آنان با هراس افغانان ادامه دارد. ولسوال گلستان ولایت فرا از چند روز به این سو در محاصره هراس افغانان قرار دارد. برف جاده های گذرگاه سالنگ را سفید پوش کرده است. جنرال رجب رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها میگوید برفباری در جاده های سالنگ شمالی از دیروز آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. و گفته جنرال رجب سطح برف تا اکنون به بیش از 13 سانتی متر رسیده است. این نخستین برف در سطح جاده های سالنگ در خزان سال روان خورشیدی است. و در 3 حمله انتحاری روز گذشته در شمال عراق دست کم 40 تن کشته شدند. به گفته مقامات امنیتی عراق بیشتر قربانیان این حمله ها سربازان پیشین نیروهای کرد بودند که میخواستند به میدان جنگ بر ضد داعش برگردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها را بر دوش گرفته و در صفحه تویتر خود نگاشته است که انتحار کننده ها از آلمان، عربستان سعودی و ترکیه بودند. این بود فشرده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.